السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید همیتون خوب باشین و دارای صحت کامل بوده باشین. درس امروزی ما درس 41 درس اقاله از صنف 8 می باشد. خود اقاله در لغت چی را میگه؟ اقاله در لغت رفع و ازاله را میگن و در اصطلاح فسخ بیع بر اساس موافقه هر دو طرف می باشد. پس اقاله چی است؟ اقاله فسخ بیع است به اساس موافقه هر دو طرف. هر دو طرف چی معنا؟ یعنی از هم بایع و هم مشتری با هم توافق بکنن و بیع را فسخ میکنن. چی وقتی بیع را فسخ میکنن؟ یعنی کاملا بیعشان تکمیل شده، تمام ارکان و شرایطش پوره شده، کاملا بیع را انجام داده، ولی بعدا چی میشن؟ این دو نفر پشیمان میشن و بیع را فسخ میکنن که اینمی با فسخشان به نام اقاله یاد میکنید. حکمتش چی است؟ حکمت جواز اقاله در اسلام این است که خداوند متعال خواسته ضرر از بایع و مشتری از هر دو طرف رفع بکنه. بعضا میشه انسان یک بیع را انجام میده ولی بعدا پشیمان میشه و میخواد امو بیع را فسخ بکنه. پس بر ما یک راه را خداوند متعال گذاشته، بر ما یک گزینه را مانده که بتانیم توسط از او امی رفع مشکل بکنیم و بتانیم بیع خود را فسخ بکنیم. حکم اقاله چی است؟ اقاله در بیع جایز هست، یعنی در اسلام بر جواز داده شده که اگر کس یک بیع را انجام میده و بعدا پشیمان میشه، پس میتونه به توافق هم چی بکنه؟ بیع را فسخ بکنه. که دلیل مشروعیتش هم در قرآن و هم در حدیث هست و خداوند متعال بر ما گفته که شما میتونین که بیع را چی بکنین؟ فسخ بکنین. که در اینجا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم: من اقال نادما اقاله الله اسرده. میگه کسی که بای شخص پشیمان را بردارد و رفع حرج کند و رفع مشکل بکند، خداوند متعال لغزش های وی را بر می دارد. یعنی در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که شما اگر یک برادر مسلمانتان پشیمان می شه از بایش و به خاطر رفع حرج و مشکل از اون منفر شما بای را فسخ می کنین، پس خداوند متعال لغزش های شما را، گناه های شما را چی می کنه؟ بر می داره. یعنی در مقابلش خداوند متعال بر شما یک پاداش می ده. و بعد از این هم ما در مورد شروط اقاله میخوانیم. اقاله دارای برخی از شروط هست که در اینجا میخوانیم که در کل دو شرط مهم داره اقاله. اولش چی هست؟ رضایت جانبین، یعنی هر دو جانب باید رضایت داشته باشه. که هر دو جانب کی هست؟ بایع و مشتری. یعنی هم بایع و هم مشتری هر دویش رضایت داشته باشه که اقاله را انجام بده، یعنی بیع را فسخ بکنه. و دومین شرطش چی هست؟ موجودیت مال فروخته شده. وقتی که اقاله را ما انجام میدیم، باید مال را که سرش خرید و فروش کردیم موجود باشه. اگر مثلا مال هلاک شده باشه، مال نباشه، در اون صورت اقاله نمیشه و حق اقاله از ما فسخ میشه. یعنی یگانه شرط ای که ما بتانیم اقاله را انجام بدیم چی است؟ موجودیت مال فروخته شده و دوم هم رضایت جانبین، یعنی رضایت بایع و مشتری. درس بعدی ما درس 42، درس 42 و درس 43 ما که در مورد بیع مرابحه و بیع تولیه هست، ما اینه در بخش اول بیع ما در کتاب صنف 8 خواندیم، لذا از اون میگذریم و میاییم به درس 44. درس 44 ما در مورد ربا هست. خود ربا در لغت زیادت را میگویند، یعنی زیادت و اضافی شدن را میگویند و در اصطلاح علم فقه، وقتی که ما در فقه معاملات از ربا بس میکنیم، مقصد ما از زیادت از بدون عوض، یعنی زیادت بلا عوض که ما در یک بیع را انجام میدیم و زیادتر از عوضش ما از یک کس تقاضا اگر میکنیم، این را به نام ربا یاد میکنیم که بعدا احکام میخوانیم.
حکم ربا چی است؟ یعنی در بیع چی است؟ حرام هست. الله متعال بر ما گفته که شما ربا یا سود نگیرین در خرید فروش، چرا که حرام هست. و دلیل مشروعیت دلیل تحریم ربا چی است؟ دلیل تحریمش آیت سریع قرآن کریم است که در او الله متعال فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و حل الله البیع و حرم الربا. میگه و احل الله البیع، حلال ساخته الله متعال بیع را، و حرم الربا، و حرام ساخته ربا یا سود را. که در اینجا در این آیت صریح خداوند متعال بر ما بیع را حلال قرار داده و ربا را چی کرده؟ حرام قرار داده و گفته که شما ربا را انجام ندید. حکمت تحریمش چی هسته؟ چرا در اسلام ربا را حرام قرار داده؟ به خاطر هست که خداوند متعال خواسته ضرر را از مردم دفع بکنه. اگر در یک جامعه که سود رایج باشه، در اونجا ثروتمندان بیشتر ثروتمند میشه و فقرا بیشتر فقیر میشن. چرا؟ به خاطر که مثلا یک کس فقیر هست، یک کس نادار هست و ضرورت داره بر پول، در اینجا ای از یک کسی که پولدار هست مثلا قرض میگیره. وقتی که اونم شخص ثروتمند میگیره و میگه من برات نمی پول قرض میتم، ولی وقتی دوباره بر من همین قرض ما دادی، او را بیشتر از اونم قرض مثلا 1000 2000 بیشتر از او بخواد، در اینجا اینمی اونمو زیادت که میخواه چی هست؟ در اینجا این ربا هست و این باعث از این میشه که امو شخص فقیر و بیچاره دیگه هم فقیرتر شوه و امو چیزی که داره او را هم از دست بده و کسی که ثروتمند هست او دیگه هم ثروتمند و توانا شوه. دیگه صورتهای ربا چند صورتش در اینجا میخوانیم که در کتابتان آمده. اولش میگه هرگاه در مال صفت قدر و جنس هر دو موجود باشد، در این حالت هم تفاضل و هم نسیه حرام هست. مثلا تبادله 100 گرم طلا به 120 گرم طلا. میگه هرگاه یک مال را که ما در رو خرید و فروش میکنیم، اگر صفت اونمو مال ما صفت قدر و جنس هر دو را داشته باشد، در این صورت اگر ما تفاضل یا زیادت بخواهیم و یا هم نسیه یا قرض بتیم بر کسی، این چی است؟ حرام هست. مثلا میگه تبادله 100 گرم طلا به 120 گرم طلا. صفت قدر و جنس چی معنا؟ یعنی در جنس هر دویشون یک چیز باشه، قدر و امو ارزش و جنسشون یکی باشه و ارزششون از هر دویشون یکی باشه. مثلا در اینجا که مثال گفتیم طلا و طلا، طلا مثلا جنسشون ای هم طلا هسته و هم ای طلاست و هم ای طلاست و قدر و یا معرضش ای و ای هر دوش یک اندازه هسته و در اینجا که ما اگر زیادت میخواییم ای چی میشه؟ ربا میشه و حرام میشه. مثلا گفته که چون ای هم طلاست ای هم طلاست، وقتی که مثلا 100 گرم طلا را ما میگیریم ایواز میکنیم با 120 گرم، اونمو 20 گرم که اضافی هسته اونمو حرام هست و اینجا ربا صورت میگیره. صورت دومش هرگاه میگه یکی از دو صفت جنس و قدر معدوم باشد، تفاضل و زیادت جواز داشته ولی نسیه حرام هست. مثلا تبادله 4 سیر گندم در بدل 5 سیر جو دست به دست جواز داشته ولی قرضش حرام هست. چی معنا؟ یعنی هرگاه یک جنس ما باشه که یکی از این دو صفت جنس و قدرش میگه چی باشه؟ معدوم باشه یا هم نداشته باشه، گم باشه. مثلا میگه یا صفت جنس داشته باشه یا صفت قدر، هر دوش نداشته باشه، در این صورت میگه تفاضل و زیادتش جواز داشته ولی نسیش چی هسته؟ حرام هسته. یعنی قرضش حرام هسته ولی زیادتش جواز داره. مثلا تبادله 4 سیر گندم در بدل 5 سیر جو. حالا میبینین جنس ما فرق کرده، نه؟ اینجا ای گندم هست و اینجا ای چی هست؟ جو هست. حالا اگر ما این می تبادله را مثلا 4 سیر گندم میگیریم با 5 سیر جو تبدیل میکنیم، اگر دست به دست این می را تبدیل بکنیم ای چی هست؟ جواز داره. ولی اگر مثلا قرض بتیم بگویم که ما فعلا بر تو 4 سیر گندم میدم، باز مثلا یک هفته بعد یا یک ماه بعد تو بر ما چی بده؟ 5 سیر جو بده. یعنی قرض سرش که میمونه. در این صورت ای دومیش چی هست؟ حرام است. چرا حرام است؟ به خاطر که میشه
وقتی که ما یک قرض میدیم در یک ماه بعد و یا هم یک هفته بعد امی قیمت از اینا تغییر میکنه و در اینجا زیادت میه، از او خاطر اونمو به خاطر امو زیادتش این حرام میشه. ولی دست به دست که میدیم چون امو نرخ ازی و نرخ گندم و نرخ جو هر دوش بر ما معلوم است، زیادت صورت نمیگیره، در اینجا این حلال هست. ولی قرضش چی میشه؟ حرام میشه. درس بعدی ما درس 45 قرض هست. قرض در لغت چی میگه؟ در لغت قطع کردن و بریدن را گوید و در اصطلاح دادن مال مثلی هست به کسی که از آن نفع برداری نموده و همانند آن را بازگرداند. یعنی چی؟ قرض در لغت چی میگه؟ قطع کردن و بریدن را میگه، یعنی یک چیز را از چیز دیگه قطع کنیم و یا هم ببریم. و در اصطلاح چی میگه؟ میگه در اصطلاح دادن مال مثلی هست. در اینجا خوب متوجه باشین، هر مال نمیتونه که قرض شود. در اینجا گفته که دادن مال مثلی. مثلی چی معنا؟ در دروس پیش ما خوانده بودیم مال مثلی کدام مال است؟ مالی هست که مثل و عین مانندش در بازار پیدا شود. یعنی اگر یک مال قیمی باشه که مثلش و مانندش در بازار پیدا نشه، در اونجا ما قرض او را دادن نمیتونیم. یکی از شروطش پس چی هسته؟ که باید مال ما مال مثلی باشه. میگه دادن مال مثلی به کسی که از آن نفع برداری نموده و هم مانند آن را بازگرداند. ما یک مال مثلی خود را به یک کسی میدیم که او از اون نفع برداره، استفاده بکنه و دوباره هم مانند از او را بر ما چی بکنه؟ دوباره بده. رکن قرض چی هسته؟ دو رکن داریم ما در قرض، ایجاب و قبول. که یک طرف ایجاب میکنه که میگه مثلا بر ما قرض بده و طرف مقابل هم چی میکنه؟ قبول میکنه و بر از او قرض میده. دلیل مشروعیتش چی است و با کدام دلیل میگن که اینمی کار جواز داره در اسلام؟ خداوند متعال در آیه از قرآن کریم صراحتا گفته: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بالدین الى اجل مسمى فاکتبوه. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه با یک دیگر قرض میدادید پس آن را بنویسید. میگه هرگاه شما در اینجا یعنی لفظ سری دین یا قرض آمده و خداوند متعال میگه که شما اگر دین میدادین یا قرض به یکی دیگه خود میدادین پس او را حتما بنویسید. حکمت مشروعیتش، خداوند متعال به خاطر قرض دادن مشروع ساخته تا ما یک برادر نیاز برادر دیگه خود رفع کرده بتانه و هرگاه در حرج و یا سختی باشه همو سختیش رفع شود. و خداوند متعال برای انسانهایی که همیشه کمکش به دیگران میرسه و قرض میده برای یک برادر مسلمانش، او را همیشه ستوده و از جمله بنده های نیکوی خود او را شمرده. حکم قرض چی هست؟ با وقتی که ما یک چیز را، یک جنس را، یک مال را برای کسی دیگه قرض میدیم، در اینجا حکمش چی است؟ با امو دادن قرض فورا ملکیت شخص در امو چیزی که قرض گرفته ثابت میشه و بر ذمه‌اش لازم میشه که مانند از او را دوباره به امو کسی که ازش قرض گرفته دوباره برش بده. یعنی فی الحال ملکیتش دو ثابت میشه ولی بر ذمه‌اش ثابت میشه ای که باز دوباره عین از او را به امو شخص اولی بده. شروط قرض چی است؟ اولش قرض دهنده اهلیت تبرع را داشته باشه، یعنی اهلیت زیر داشته باشه که بر یک کس دیگه یک کار نیک بکنه و بتانه که قرض بده، چون این کار هر کس کرده نمیتونه. مثلا یک طفل خرد مثلا دیوانه اگه این کار انجام بده این قرضش نمیشه و ثابت نمیشه. باید اهلیت تبرع را داشته باشه. مال قرض داده شده قابل قبض باشه، یعنی چیزی را که قرض میدیم باید او تصرف ده او دمو لحظه صورت گرفته بتانه ما بتانیم او را قبض بکنیم و یا هم بگیریم. اگر چنین نباشه قرض نمیشه. مال قرض داده شده باید نقود و یا اشیای مثلی باشد، در غیر آن جواز ندارد. قسمی که پیشتر گفتم، یا باید نقود یعنی پول باشه و یا هم چی باشه؟ اشیای مثلی باشه که مثلش در بازار پیدا شود. اگر این دو چیز نباشد دیگر قرض او در چیز دیگه صورت نمیگیره، در جنس دیگه صورت نمیگیره. قرض دهنده بر قرض گیرنده نفع معینی را شرط نگذارد. اگر مثلا ما یک چیز را بر کس دیگه قرض میدیم یک نفع معین را شرط نگذاریم. در درس پیش هم براتون گفتم که اگر ما قرض به یک کس دیگه میدیم و بعدا یک مقدار اضافی از او را میخواییم و یا یک نفع دیگه را جز قرض ما یک نفع دیگه را هم از او طلب میشیم، در این صورت این قرض ما به ربا تبدیل میشه و این جواز نداره و این را ما قرض گفته نمیتونیم.
که پس در کل ما چند شرط داشتیم؟ در کل ما در قرض 4 شرط داشتیم که براتون یکی به یکی گفتم. امیدوار هستم از درس امروزی ما چیز را یاد گرفته باشین. درس امروزی ما در اینجا به پایان میرسه. برای همیتان وقت خوش میخوایم. الان نگهدارتان.